عرض ادب و احترام به فروشگاه سلام بابا، خوش اومدید. خدی هستم و امروز با یک ویدیو آموزشی در خدمت شما هستم. آموزش کانالیابی تلویزیون های شرکت سامسونگ. دوستان، همونطور که میدونید تلویزیون های سامسونگ در مدل های جدید و اخیرش، مخصوصا تلویزیون 4K، همه مجهز به گیرنده دیجیتال سرخود DVB-T2 هستن. یعنی شما میتونید با استفاده از یک تلویزیون سامسونگ و یک آنتن و بدون نیاز به هیچ وسیله خارجی، گیرنده یا رسیور جدا، خیلی راحت با این تلویزیون شبکه داخلی و ایرانی رو بگیرید و با کیفیت HD و فول HD روی تلویزیون خودتون به نمایش بذارید. حالا این پورت چی هستش دوستان؟ اگر دقت بکنید در پشت تلویزیون شما یه همچین ورودی رو دارین که بهش میگن پورت DVB-T2، که در واقع میتونه شبکه دیجیتال 4K رو هم برای شما بگیره و شما فقط نیاز دارید که یک آنتن آنالوگ یا دیجیتال داشته باشید، به تلویزیون وصل بکنید و کانالیابی رو انجام بدید. مثل آنتنی که ما الان اینجا داریم دوستان، یک نوع دیجیتالیش هستش، فرق نمیکنه، قیمتش هم خیلی مناسبه، یا آنتن معمولیه، 150-200 هزار تومان پولشه، که از این قسمت دوتا پورت هم داره. یکیش هم پورت خود DVB-T2 دستگاه هستش که در واقع شما اینو به پشت تلویزیون متصل میکنید، شکلش هم به این صورت، ظاهرش هم که میبینید، و یک پورت USB هم داره که برای تأمین برق خود آنتن هستش، که ما اینو به یکی از USB های تلویزیون میزنیم، همین USB که 5 ولت 1 آمپر که بتونه برق این آنتن رو هم تأمین بکنه. البته یک نکته رو هم بگم دوستان، داخل تلویزیون های سامسونگ یه همچین تبدیل رو داریم ما، یه همچین تیونری هستش که شما میتونید ازش استفاده بکنید، یعنی در واقع این قسمت ورودی آنتن رو به اینجا وصل بکنید و بعد خود این تیونر رو هم به خود تلویزیون متصل بکنید، به همین پورت ورودی DVB-T. اصطلاحاً این تیونر دوستان تیونر ضد اختلال سیگنال هستش، همچنین باعث میشه که از دستگاه شما محافظت بکنه، از نوسانات برق و حالا جریان های ناخواسته که بخواد به تلویزیون وارد بشه، این تیونر به اصطلاح جلوگیری میکنه و مثل یک محافظ عمل میکنه. خب اینا رو که متصل کردید، آنتن هم میذارید یه جایی که نقطه کور نباشه، سیگنال خوب بده، و میریم که با تلویزیون کانالیابی رو انجام بدیم. خب دوستان ببینید، برای اینکه کانالیابی رو انجام بدیم، ما الان یه تلویزیون 85 بیو 8000 داریم. خب اینجا از قسمت منو، اگر دستگاه شما انگلیسی هستش، میز قسمت ستینگ، همین قسمت تنظیمات، همه تنظیمات یا آل ستینگ رو میزنید. بعد اینجا میاد قسمت در حال پخش، اگر زبان شما انگلیسیه که میشه برودکاستینگ. اینجا قسمت موجیابی خودکار یا همون اوتو تیونینگ هست، این گزینه رو انتخاب میکنید و اینجا که میزنید شروع. خب حالا شروع که زدید، نوع آنتن رو شما دوستان هوایی انتخاب کنید، ساتلایت انتخاب نکنید. ببینیم اگه یه بار دیگه بزنم، یعنی ماهواره، این برای زمانی هستش که شما دیش ماهواره تنظیم کردید، میخواهید کانالیابی با ماهواره رو انجام بدید از طریق ورودی DVB-S، ولی خب ما هوایی رو میزنیم. نوع کانالی که میخوایم پیدا کنیم دیجیتال آنالوگ فرقی نمیکنه، و گزینه اسکن رو میزنیم و منتظر میشیم که دستگاه کانالیابی رو انجام بده. همونطور که میبینید تعداد کانالهای تلویزیون دیجیتال و رادیو رو اگر پیدا کرد، اونجا برای ما تعدادش رو مینویسه و ثبت میکنیم. خب دوستان الان اسکن کردن به آخرش رسید، 42 تا کانال تلویزیونی و 15 تا کانال رادیویی رو پیدا کردم. بستن رو بزنیم و اینم بزنیم. خب بیاییم پایین تر، همجا که ببینید شبکه رو ما الان ببینید با کیفیت فول اچ دی رو داریم، مثلا شبکه مثلا افق رو داریم دوستان. ببینید ما اگر دوبار بزنیم، من این دکمه رو اگر نگه دارم، گوشه سمت چپ بالا اطلاعات کانال به من نمایش میده، 16:9 و 1080p همون کانال HD هستش. خب بگرد مرفتر ببینید شبکه افقه، همونطور که میبینید کیفیت تصویر بسیار خوبی هم داره روی تلویزیون 85 اینچ، واقعا عالیه. شبکه دیگر ببینید، مثلا شبکه نمایش یا مستند رو میبینید. به این صورت شما میتونید خیلی راحت کانالیابی رو انجام بدید. خب دوستان، این هم از آموزش کانالیابی با تلویزیون سامسونگ که خدمتتون عرض کردیم. ویدیو آموزش کانالیابی با تلویزیون های LG و سونی هم ما داخل آپارات وبسایت و وبلاگ سلام بابا گذاشتیم، میتونید برید ببینید. اگر سوالی، مشکلی، موردی بود، میتونید در بخش کامنت ها برام بنویسید که همکاران من در اثر و جواب خواهم بود. مرسی که تا انتهای ویدیو با ما همراه بودید. تا ویدیو دیگر، بدرود.